ما که این حرفا بهش زدم، آدمای جهانی که نقش تعیین کننده هم داشتن در پیروزیش. گفتم تو رئیس جمهور آینده مملکت هستی اینا. گفتم من همون سیاوش عربستان که همیشه از اعتماد کردم، الان بده اعتراض می‌کنم که چرا این بچه که پناهنده سیاسی بوده، چرا این بچه که زیر پوشش امنیتی بوده. من خودم بودم میدونم زیر پوشش امنیتی که هستی هر جا می‌خوای بری، تو رستوران می‌خوای بری قبلش میرن اونا چیز می‌کنن. چطور گذاشتین بره عراق تو مسلخ کشته بشه؟ حالا جلسه بزنین که آقا تو بری اونجا بری، معلومه می‌خوای بگذارنش در منش اونجا. در پی اعتراض من هموطنان زیادی ازشون خواهش کردم برید روی سایت elize.fr، تا الان هم میتونید برید، برید مرتب و اعتراض خودتون رو برسونید. صدها نفر رفتن در عرض همین چند روز، خیلی رفتن، خیلی. بعد دوشنبه اعلام شد که اولا آقای مکرون دستور داده که این کنفرانس اقتصادی که قرار بود در تهران برگزار بشه با ظریف رو اروپا کنسل کرد، یعنی آلمان هم حتی مداخله کرد، کشور دیگه هم از فرانسه تبعیت کردن و وزیر امور خارجه فرانسه هم اعتراض کرد به خاطر اعدام های زمین. این مسئله اعتراض بایستی همچنان ادامه پیدا کنه. عزیزان من، شما ببینید انگلستان همچنان حاکمه در ایران. چرا؟ چون وقتی میزنن آقای زن رو اینجور اعدام میکنن، میکشن، به خاطر اینه که اومده آبروی لاریجانی ها رو برده. آقا 66 تا حساب رو اومد گفت، بعد رئیسی هم اومد تایید کرد وجود حساب های دزدی رو، ولی چون خمسیش داده بود همه رو با آقای خاملی. از اون طرف یه کسی دیگه میاد جلو سفارت انگلیس میگه لاریجانی ها نوکر